آموزه های دینی ما سرشار از اصول و موازه است که به رفتار حکومت و حاکمان با افراد تحت حکومتشان تعلق دارد. بدون تردید حکومتی که دهدقی اصلیش اجرای حق و عدل است با مردم خود مراوده و ارتباط تنگاتنگی دارد چرا که این امر باعث می شود حاکم مسائل و مشکلات و دردهای مردم را از نزدیک ببیند و لمس کند و با تشخیص درست درد در پی درمان آن باشد. امام علی علیه السلام خطاب به مالک اشتر که او را به ولایت مصر می گمارد می فرماید مبادا که خیشتن را زیاد از حد از مردم پنهان نگه داری زیرا که روی نهان داشتن حکران از عموم مردم نوعی تنگ حوصلگی و سبب کم اطلاعی از امور است و حکران اگر از مردم روی نهان کند باعث می شود که مردم از حقایق پشت پرده آگاه نشوند و از این رو کارهای بزرگ و مهم در نظر آنان کوچک و بی اهمیت میاید و کارهای کوچک بزرگ زیبا زشت جلوه می کند و زشت زیبا و حق و باطل در هم آمیخته می شود نشر البلاغه نامه 53 و امام صادق علیه السلام می هر که عهدهدار امری از امور مردم شود و عدالت پیشه کند و در خود را به روی مردم باز گذارد و پرده اش را کنار زند و به کارهای مردم رسیدگی نماید بر که روز قیامت او را از ترس و حراس ایمن گرداند و او را به بهشت برد تنبیه الخواتر جلد دوم صفحه 165 از منظر آموزه های دینی این که حاکم با مردم مراوده داشته باشد مفید و سودمند و بلکه لازم و ضروری است اما این مراوده باید هماهنگ و در جهت هدف اصلی حکومت باشد حاکم خدمتگزار مردم است و مراوده او باید در راستای این خدمتگزاری باشد وگرنه حاکمان جور نیز با مردم مراوداتی داشتند اما هدف آنان چیز دیگری بوده است در سخن امام علی آمده بود که حاکم باید با مردم مراوده داشته باشد تا حقایق را به آنان بگوید پس یکی از اهداف مراوده پاسخگویی به مردم است اما حاکمان جور نه برای شناخت حقایق و نه برای پاسخگویی به مردم بلکه برای نشان دادن اقتدار خود و یا برای شنیدن مدداهی مردم نسبت به خود نزد مردم میآیند حاکم حق نزد مردم میآید تا سخن و انتقادات مردم را بشنود تا حقایق برای او آشکار شود و به مردم نیز پاسخگو باشد حاکمان جور نیز نزد مردم میآیند تا مدداهی مردم را بشنوند و کرنش آنان را ببینند و قدرت و شوکت خود را به رخ مردم و جهانیان بکشند این را به خوبی از کلام مولای متقیان علی ابن ابی طالب میتوان دریافت خوش ندارم حتی در ذهن شما بگذرد که من ستایش اقراقامیز و شنیدن مدح و سنا را دوست دارم و من به حمدالله الله چنین نیستم و اگر هم به فرض دوست می داشتم که مرا مدح و سنا گویند این میل را به خاطر خضوع در برابر خداوند صبحان که به عظمت و کبریایی زیبنده است رها می کردم ممکن است مردم مدح و ستایش را پس از تحمل رنج و مشقت در کاری شیرین بیابند لیکن شما مرا مدح و سنا نگویید زیرا دقدقه من آن است که خود را از مسئولیت حقوقی که از جانب خدا و شما برگردنم هست خارج سازم حقوقی که هنوز از انجام آنها و انجام واجبات و وظایفی که باید به آورم فراغت نیافتم پس آنگونه که باز گردنکش سخن میگویید و محافظه کاری هایی که در حضور فرمان روایان خشمگین می شود در برابر من نکنید و با ظاهر و چاپلوسی با من رفتار ننمایید خود خطبه 216 و در این باره پیامبر خدا صلی الله میفرماید از مدح و ستایش بپرهیزید که آن سربریدن است کنزل حدیث 8331 و توصیه میکند به صورت مدحگویان خاک بپاشید سنن ابن ماجه حدیث 3742 و امام علی علیه السلام در بخشی از نامه خود به مالک اشتر میفرماید به اهل پارسایی و راستی بپیوند و آنان را چنان تربیت کن که در ستایش تو اغراق نکنند و با ستودن کار بیهودهی که نکرده دلشادت نسازند زیرا که ستایش زیاد خودپسندی یارد و به سرکشی و تکبر کشاند نشر بلاغه نامه پنجاه سه امام علی علیه السلام به عنوان حاکم جامعه اسلامی نه تنها مد حسنا را نمیپذیرد و به شدت رد می کند بلکه درخواست می کند که سخن حق را به او بگویند. هرگز گمان مبرید سخن حقی که به من گفته اید بر من سنگین است و نیز گمان نکنید من در پی بزرگ ساختن خیشتنم زیرا کسی که شنیدن حق و یا عرضه عدالت به او برایش مشکل باشد عمل به آن برایش مشکل تر است پس از گفتن حقیقت و مشورت دادن برای عدالت خودداری مکنید زیرا من خود را برتر از آن نمیدانم که اشتباه کنم و از آن در کارهای خود ایمن نیستم مگر اینکه خداوند مرا حفظ کند من و شما بندگان و مملوک خداوندی هستیم که جز او خدایی نیست نظر بلاغه خطبه 216 بنابراین از منظر آموزه های اسلامی اگر حاکم نزد مردم می رود هدفش شنیدن مدح و نیست بلکه هدفش شنیدن سخن حق و پاسخگویی در قبال مردم است همچنین حاکم برای نشان دادن اقتدار خود در انظار ظاهر نمی شود که چنین امری مضموم است همانطور که بسیار معروف است سیره و روش پیامبر اسلام این گونه بود که با اصحاب به صورت گرد و دایره می نشستند تا مجلس بالا و پایین نداشته باشد و همه مساوی باشند و کسی که وارد مجلس می شد نمی توانست پیامبر را از مکان او بشناسد و روایت شده است روزی پیامبر اسلام صلی الله به جانب قبرستان بقی ره سپار شد اصحاب آن حضرت در پی ایشان به حرکت درآمدند آنان به احترام پیامبر عقبتر از ایشان حرکت می کردند. ناگاه پیامبر ایستاد و دستور داد همه جلو بروند و آن حضرت در پی آنان به راه خود ادامه داد چون علت این عمل را پرسیدند فرمود من صدای کفش های شما را شنیدم و ترسیدم چیزی از تکبر به ورودم راه یابد کنز حدیث 8878 امام علی علیه السلام به مالک اشتر میفرماید، بپرهیز از خودپسندی و تکیه کردن به آنچه که خودپسندی میآورد و میفرماید با مستمندان در یک مجلس عمومی بنشین و در آن مجلس برای خداوندی که تو را آفریده است فروتنی نما و سربازان و یارانت را که جزو محافظان و نگهبانان تو هستند از آنان دور بدار تا هر که میخواهد سخن بگوید بدون لکنت زبان و بیترس و واهمه مطالبش را اظهار کند چرا که من از رسول خدا صلی الله بارها شنیدم که میفرمود امتی که در آن حق ناتوان بدون ترس و واهمه از قدرتمندان گرفته نشود هرگز روی رستگاری نمیبیند همچنین درشتی و درماندگی و ناتوانی آنان در سخن گفتن را تحمل کن و کم حوصلگی و تکبر را از خود دور گردان نظر بلاغه نامه پنجاه و سه و بود که وقتی امام علی علیه السلام وارد شهر انبار شد و دید که مردم از اسم خود پیاده شده در پی آن حضرت میدویدند علت را پرسید گفتند ما این گونه امیران خود را احترام می کنیم. حضرت فرمود چه عمل ناشایستی انجام می دهید که در دنیا خود را به عذاب و خاری می و در آخرت نیز مجازات می شوید بلاغه حکمت سی و هفت از آنجا که امام علی علیه السلام در پی نشان دادن اقتدار و شوکت خود نیست پس مراوده او با مردم نه باعث تحقیر مردم می شود و نه باعث آزار و اذیت آنان است و نه آمد او هزینه گذافی بر بیت المال مردم تحمیل می کند جمهوری اسلامی ایران و مقاماتش ادعای پیروی از آموزه های اسلامی و سیره نبوی و علوی را دارند حال باید ارزیابی کرد که رفتار و کردار مقامات این حکومت چقدر با این آموزه های روشن دینی که به دانها اشاره شد انتباق دارد و اینکه در صورت فاصله داشتن چقدر میتواند به ذهنیت جامعه و به ویژه نسلی که باورش به اسلام را از رفتارهای عملی اینها میگیرد آسیب رساند